منوشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. خوش اومدین آقای امیر. در گزارش بابک هم شنیدیم تنش‌ها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی به شدت بالا گرفته، اما به نظر میرسه همچنان حتی در داخل اسرائیل هم اتفاق نظری درباره نوع برخورد با جمهوری اسلامی وجود نداره، در حالی که بعضی از سیاستمداران اسرائیلی گرایش بیشتری به سمت دیپلماسی حالا حتی از طریق متحدانشون دارن. میبینیم بعضی از کارشناسان نظامی در اتاق‌های فکر اسرائیل در مورد تاکتیک‌های حمله نظامی بحث می‌کنند. برآیند این دو برخورد رو چطور می‌بینید؟ چقدر فکر می‌کنید در واقع تأثیر بذاره بر برخورد و اون استراتژی که نهایتاً اسرائیل در برخورد با جمهوری اسلامی در پیش می‌گیره؟ بله، اول می‌خوام تذکر بدم که ما در اسرائیل وزارت جنگ نداریم، وزارت دفاع داریم. و پیش از پاسخ به پرسش شما میخوام به آخرین گزارش ها در مورد نبرد موشکی که همکنون در شمال اسرائیل، در مرزهای اسرائیل و لبنان جریان داره اشاره بکنم. در این لحظه که با شما صحبت میکنم اوضاع آرامه، ولی تا 10-15 دقیقه پیش ده ها فروند موشک و خمپاره و راکت از داخل خاک لبنان به سوی اسرائیل پرتاب شد. با یک حمله موشکی آغاز شد، پس از 5-6 دقیقه یک حمله بسیار شدیدتری جریان یافت. در رابطه با پرسش شما، همکنون سردمداران و تعیین کنندگان استراتژی جنگی اسرائیل در حال بررسی این موضوع هستند که این موشک پرانی ها آیا یک رویداد یکباره بود و یا در ساعت آینده ادامه خواهد داشت. این پرسش اول. پرسش دوم این است که آیا گروه های فلسطینی عامل این موشک پرانی بودند و یا حزب الله لبنان به این اقدام دست زده؟ در هر دو مورد ارزیابی اسرائیلی ها این است که بدون اجازه حزب الله لبنان هیچ گروه دیگری نمیتونست چنین حمله موشکی گسترده ای رو علیه اسرائیل به عمل بیاره. پرسش سوم، آیا این موشک پرانی واکنشی در مورد رویدادهایی است که در دو سه روز اخیر در مسجد الاقصی رخ داده، یعنی برخورد افراد نیروهای انتظامی اسرائیل با نمازگزارانی که قصد آشوب و حمله داشتند و با سنگ و چوب و میله های آهنی میخواستند به اسرائیلیا حمله بکنند، و یا پاسخی و واکنشی در رابطه با کشته شدن اون دو افسر اطلاعاتی داره؟ اینا پرسش هاییست که باید تعیین بشه. من ارزیابی من این است که ممکنه بیشتر با جریان کشته شدن اون دو فرد اطلاعاتی ارتباط داشته باشه که دولت ایران در یکی از موارد بسیار نادر اعلام کرد که بله، پایگاه های یا قرارگاه های ما در سوریه مورد حمله قرار گرفته و دو تن از افسران برجسته کشته شدن. این شاید در طول 7-8 سال جنگ در داخلی در سوریه این سومین بار باشه که حکومت ایران اولا به حضور نیروهای نظامی خودش در سوریه اعتراف میکنه و دوما میگوید که بله، شماری از این نیروهای ما کشته شدن. اینها پرسش های مهمی است که هنوز ما پاسخش رو نمیدونیم، ولی با توجه به آنچه که شما گفتید هیچ بعید نیست که حکومت ایران به علت فشار سنگین در خیزش مردمی در ایران در فکر به راه انداختن یک جنگ محدود منطقه‌ای هست که ادعا بکنه خطاب به مردم ایران که ما در حال جنگ با یک دشمن خارجی هستیم و این بهانه برای سرکوب هرچه بیشتر باشه. در مورد اون گزارشی که قبلا فرمودید، تصور نمی کنم که هیچ اختلاف نظری بین سران و تعیین کنندگان استراتژی جنگی اسرائیل در مورد شیوه حمله به اسرائیل باشه. اسرائیل از مدت ها پیش ابراز نومیدی کرده از اینکه تلاش‌های دیپلماتیک بتونه به نتیجه برسه. اسرائیل از هنگامی به روی کار آمدن دولت آقای بایدن فشار آورده که تنها یک گزینه وجود داره و اون هم گزینه نظامی هست. بحثی که امروز در
اسرائیل جریان داره این است که آیا اسرائیل به تنهایی حمله بکنه و یا به ایالات متحده رو راضی بکنه که بیاید و در این حمله شرکت کنه. ایدئال از نظر اسرائیل این است که حمله مشترک با ایالات متحده و شاید همکاری کشورهای اروپای غربی صورت بگیره. اینها پرسش‌هایی است که هنوز روشن نشده ولی بوی جنگ میاد. ببینیم آیا موشک پرانی‌ها در لحظاتی پیش متوقف شد و یا در ساعات آینده ادامه خواهد یافت و اگر ادامه پیدا کنه قطعا اسرائیل به لبنان حمله خواهد کرد. قطعا به لیست سوالای شما میشه این رو هم اضافه کرد که چرا الان تنش ها در این مقطع زمانی بالا گرفته. حتما در عرض کردم به یکی از این دو علت، یا به علت اغتشاشی که در مسجد الاقصی جریان داره و یا کشته شدن اون دو افسر اطلاعاتی و حکومت ایران. اشاره بود به اینکه بعضی کارشناسان گفتن شاید به خاطر بحران‌های داخلی اسرائیل جمهوری اسلامی سنگ کنه. مطلقاً نه، هیچ ارتباطی نداره. امور امنیتی اسرائیل مافوق هر گونه بحران یا مسئله سیاسی در اسرائیل. ممنونم که به این پرسش ما هم پاسخ دادین. مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، متشکرم.